سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حال همه شما از هر جایی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید عالی باشه. من الایزا و ایشون یاسمین هستم و اومدیم که یه روز دیگه بهتون ایامی کریسمس هستش، یه روز دیگه هم با شما همراه باشیم و در واقع یه جورایی انگار که دوره هم نشستیم. حالا ما شما رو نمیبینیم که خیلی بده، ولی خب اگه چیزی هستش که میخواید توی ویدیو بعدی را جای صحبت بشه، چون ایام در واقع این میدونم که این ویدیوها مال زبان انگلیسیه، این کانال کلا زبان انگلیسیه، ولی آموزش زبان انگلیسیه، ولی گه کدام مخصوصا ایام کریسمس که میشه، چون حالش رو ندارید ما رو نگاه کنیم موقع درس دادن، دیگه میایم و یک کمی هم شما هم دلتون شاد شه دیگه، میدونی؟ آره نمیشه تو ایام کریسمس فکر میکنم که آدم دلش خواهد شاد بشه، دلش نمیخواد درس بخونه مدام. و گفتیم که بیایم امروز. خب ولی یه حقیقتی رو میخوام بهتون بگم، اگه من اهل این بودم که خب چیز کنم که الکی کلیک بخوره، خب خوب بود، ولی در واقع یه چیزی که واقعا خیلی وقته که به صورت واقعی داره اتفاق میفته و خیلی دلم خواست نظرتون بیارم. مثلا میگم یه دونه درینکی که الان من بخارشه، ببینید به به دارم میخورم، این شیر و عسل و دارچینه. یکی از سابسکرایبرها گفتش، آره یکیشون گفتن، یه آقایم بودن، من حالم خوب نبود، یکم سرمو خورده بودن، گفتن اینو بخور. بعد اینو خوردم، خب آره هم کمک کرد حالم بهتر شد، هم شد فیوریت درینک من از اون زمان، در واقع خیلی درینک مورد علاقم شد، خیلی خوشم. بعضی شبای اینقدر میچسبه، آره شیر و دارچین و عسل. مثل لاغری هم خیلی خوبه دارچین، میگن برای بله متولبولی میگن که سوخت و سازه نسه این که لاغرم میکنه. خب دیگه برید. من اگه مثل همیشه آب سیب ایتالا شده برای یه چیز وحشتناک اتفاق بیافته، یا چه میدونم یه خواب یکی که ببینی ولت نکنه. فکر میکنم اول تو بگی بهتر، چون الان چیزی به ذهنم نمیاد. مطمئن؟ خیلی خب، این داستان شاید خیلی درسته که ما میگیم ایام کریسمس میخوایم شما رو شاد بکنیم، ولی این شاید خیلی خوشحال کننده نباشه، ولی اتفاقی برای من به صورت واقعی داره میفته. چندین ساله، کم کم 10 ساله، 10 سال نه، آره دیگه 10 سال. خب 8 سال اینا به صورت 8 تا 10 ساله که مداوم داره اتفاق میفته. من یه دونه دوستی داشتم وقتی که مدرسه میرفتیم، یه دوستی داشتم که خیلی تمام خیلی باش صمیمی بودم، آره یه جوری بود که اون خیلی بیشتر با من صمیمی بود و تمام همه چیزشو به من میگفت و من درد میکرد، حتی شهرشون که عوض شد و خونهشون جا به جا شد هنوز برمیگرد، آره موف کردم، ولی همزمان میومد منو میدید، تماس تلفنیشو برقرار میکرد، همچه هیچوقت منو ول نمیکرد. خب که خودم همیشه تعجب میکنم که چقدر دوست با معرفتیه و چقدر دوست داره که مثلا دوستمون ادامه پیدا کنه و اینا. بعد این یه مسئلهیه که من سالها دارم دنبال راه حلش میگردم و واقعا اگر کسی میتونه کمک کنه خواهش میکنم که کمک کنیم. آره لطفا کامنت کنیم. آره کامنت کنیم، چون که واقعا من نیاز به کمک یک شخصی دارم. این نیستش که فقط از شما، به ذهنم خورد حالا که من اقدر با سابسکرایبرهام خیلی نزدیک هستم، خب اینم بیام اینجا مطرح کنم، وگرنه تو روزمره از هزاران نفر بپرسم، نه حالا بگم صبح تا شب درگیرشم نه، ولی هر موقع این خوابو میبینم میپرسم تا حداقل یک هفته، ولی بعد دیگه بهش فکر نمیکنم. حالا بریم سر اصل مطلب. یه دوستی داشتم که بهتون گفتم نزدیک بودیم، میومد میرفت اینا، یه دفعه‌ای به صورت خیلی ناگهانی گفتم موو کرده بودن و یکم ارتباطمون کم شد، ولی همزمان اون منو ول نمیکرد و میومد و میرفت. بعد یه دفعه‌ای شنیدم از یه نفر که فوت کرده، سن اونقدر جوون، اونقدر بچه سال فوت کرده که حتی به گفتن از پدر مادرش هم که توی اون ایریایی که میشستن و میشناختنشون پرسیدن که این چه بلایی سرش اومده، خیلی جواب درستابی نمیدادن. چرا؟ گفتن که توی بیمارستان در واقع یه اتفاق افتاده، یه خطای پزشکی بوده که ایشون مرده، ولی
این حرف دوستای بقیه دوستا بود در واقع که میگفتن نمیدونم حقیقت داره یا نه، ولی میگفتن شاید خودکشی کرده مثلا نمیخوان خیلی صداشو در بیارن. رویش خراب بود؟ مشکل نه رویش خراب نبود، خیلی بچه شاد و پر انرژی بود. آره خیلی شیطون بود. پس احتمال خودکشی نداره آخه میگی وقتی تو بگم. من هم همین فکر کردم، گفتم اصلا چی کسی نبود که بخواد. چرا؟ شاید حالا یه لحظه شاید یه بچگی کرده باشه، شاید این کارو کرده باشه، ولی anyway نه. نشونه هایی به من نگفته بود از اینکه من میخوام خودمو بکشم. به چه حد؟ بعد خلاصه سرتون رو درد نیارم. از اون روزی که من خبر فوتش رو شنیدم، هر شب به خوابم میومد، مخصوصا اول. شب اولم من خوابم، شب اول، شب دوم، شب سوم، همیشه ما اولی که مرده بود که همیشه به خوابم میومد. شب بعدش مثلا یه روز قبل اینکه خبر فوتش رو بشنوی، خوابش رو دیده بودی؟ چیز بهت؟ نه. اوکی. و درسته. بعد دقیقا زمانی که فوت کرد هی خوابشو میدیدم، طولانی مدت هم که گذشت بازم مثلا دیگه بهش فکر نمیکردم، چون انقدر به خوابم اومد که اصلا از دوست تبدیل شده بود یه کابوس. اولش فکر کردم دوستم اینا، ولی بعدش دیگه داشتم دیگه رو ذهنم تاثیر منفی میذاشت و حتی پدر مادرم هم خیلی برام نگران شده بودن. و چی میگن در واقع هی هر شب خوابش میومد و یک حرف رو میزد، یک جمله رو میگفت. هر شب که میومد به خوابم میگفت من زندم. تو چرا باور میکنی من زندم؟ چیز دیگه ای نمیگفت؟ یک شب گفتش که اومد خونه ما و توی خواب میدیدم و خواب دیدم که میگفتش که اون موقع که ما مدرسه میرفتیم یه خواهری داشت که اون از ما کوچیک‌تر چند سال بعد، ولی خب دیگه چند سال اختلاف داشت. و همینطور که نشسته بودیم با صحبت میکردیم، یه دفعه ازش پرسیدم که راستی فلانی چطوره خواهر کوچیکش؟ بعد گفتش خوبه، تازه متولد شده، که یه دروغ خیلی شاخداری بود. بعد گفتم وا چرا دروغ میگیم که از ما چند سال کوچیک‌تر بود و اینا. ولی بعد که به هم نگاه کرد صورتش یه جور دیگه شده بود. هنوز که میگم یه حالی میشم، ولی آره خیلی وحشتناک بود. ولی بعد دوباره مثلا یه بار دیگه به خوابم اومد، گفتش که من بودم و خواهرم با هم نشسته بودیم، داشتیم ازش سوال می‌پرسیدیم تو خوابم، داشتیم میپرسیدیم که آره تو چی کار میکنی؟ مثلا اونجایی که تو هستی چجوریه؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ جات خوبه؟ میگفتش که ما مثل شما میخوریم مینوشیم. آره من هیچ فرق نداره، این شما دقیقا. خیلی عجیبه. و بعد هی دوباره میمد بخوابم. ببینید دیگه یه جوری شده بود که اصلا من دیگه هیچ تمایلی نداشتم که بهش فکر کنم. درسته دوستمه، خیلی دوستش دارم هنوزم، ولی خیلی ناراحت کننده است که فوت کرده. ولی چون خیلی میومد تو خواب برای من وحشت ایجاد میکرد، سعی کردم فراموشش کنم که زندگی من تأثیری نذاره و اصلا بهش فکر نمیکردم. شما تصورشو بکنید بعد چندین سال، بعد مثلا حدود 10 سال، همین پریروز، همین دقیقا 2 روز پیش صبح اومده به خواب من و اومده تو خونه ما خیلی راحت و گفته که آره من نمورده بودم، تو چه واقعی من یه جا قایم کرده بودی؟ اصلا حرفش هم از الان چند سال دیگه حرفش رو واقعا هم راست میگه، اصلا تا حرفش رو نخواست اسمش رو بیاره، حتی هیچ وقت، حتی ما راجع به روح حرف میزنیم همشه خیلی میگه محدود، راجع به چیز منفی حرف نزنیم دقیقا. یا اینکه حتی یه اتفاق وحشتناک بیفته سمتم دنبال دلیل علمیش بیفته بگردم که خودم و علکی نترسونم، ولی این مدام داره میاد تو خواب من. و حتی 2 روز پیش بعد این همه سال که خب من طبق روال عادی زندگیمو دارم میکنم، ولی اومده بود میگفتش که من یه جا قایم شده بودم، من چیز نکرده بودم و شروع کرد حرفای عادی زدن، صحبتهای عادی کردن که یه لحظه تو خود خواب من تعجب کردم که این نکنه اون روح اون نیست و
مثلا میخواد به من آسیب بزنه. و احساس ترس کردم تو خواب، احساس ترسی که از شدت ترس بیدار شدم و دوباره خوابم برد، چون خیلی خوابم بود، خیلی صبح خیلی زود بود، 5-6 صبح بود و دوباره اومد به خوابم. بقیه خوابو دیدم که دیگه خیلی ترسیده بودم و حتی توی این مدت خیلی سعی کردم با خانوادهش رو پیدا کنم، در تماس باشم، ولی نه دیگه خانوادهش هم ازشون خبری نم. چه عجب. تا حالا شده جز خواب خودش تو دنیا واقعی ببینه؟ آره دیگه هم احساس کردم که هستش و صورتش رو دیدم. آره مثلا چشاشو که خیلی چشای نافذ عسلی داشت، عسلی. خیلی ترسیدم، اصلا هم دستا خیلی ترسیدی من بودم که آره چشای خیلی خیلی روشن و عسلی داشت که قشنگ مشخص بود که مثلا اون نگاهش دقیقا همون نگاه بود و اینا، ولی یه لحظه بود. ولی خب خیلی تو خوابم میاد و چرا باید همیشه، من از چندین نفر پرسیدم، از همه حتی پدر مادرم میشده بود براشون یه موزه که چرا این همش میاد تو خواب من، و از هر کی که میپرسم یه چیزی میگه، حتی گفتن خانوادهش رو پیدا کن بهشون بگو که این اتفاقا داره میفته و این کجاست، این بچه بند خدا چه اتفاقی براش افتاده که اینجوری میاد تو خواب من. ولی خب فکر میکنم ببین اوایلش آدم میتونه بذاره پای این که مثلا خب ناراحته، مفوت کرده، نمیدونم میخواد بیاد پیش بهترین دوستش، نمیدونم خوابش رو میبینم البر، ولی یا مثلا من بهش فکر میکنم از ناراحتی، اما دیگه بعد این همه مدت دیگه خداییش دیگه خیلی مسخره است. خیلی غیر عادی به نظر من بعد حالا 10 سال نمیدونم چند سال. شما فکر میکنید داستان چیه؟ واقعا اگه کسی میدونه میتونه کمک کنه، واقعا خواهش میکنم که معنی و مفهوم این خواب رو، چون این که میگم یه بار دو بار سه بار نبوده ها، خیلی بوده و همیشه هم میاد میگه من زندم، به جز اون یه بار که خواهرم توی خواب ازش سوال پرسید که اونجا جات خوبه یا نه و من گفتش که خیلی غیر عادیه به نظر من. خیلی غیر عادیه. آره. حالا خود من به شخص خاطره ترسناکی که داشتم، خاطره ترسناکی که من دارم اینه که یه روز تابستون بود و هوا خیلی گرم بود، رفتم کولر روشن کنم، دیدم صدای یه پیرمرد از کولر میاد، خیلی تعجب کردم، گفتم حتما من خیالاتی شدم، حرفایی هم که میزد نامفهوم، اصلا نمیفهمیدم این چی میگه، ایگنور کردم و رفتم. اما چند وقت بعدش دوباره اومدم کولر رو روشن کردم، دوباره هم صدای پیره خیلی ترسیدم، ولی نمیدونستم کولر رو که نمیشه گشت، کاری نمیتونستم کنم. بعد دقیقا همون کولری که روشن کردم بغلش هم اتاق خواب من بود. یه شب کاملا من خواب بودم، نیمه خواب تقریبا دوباره صدای اون پیره مرد من شنیدم، ولی هیچ وقت نفهمیدم که اون چی میگه. چه جاله. آره ولی ترسیده بود. ترسناک بود. آره. ولی خب این موضوع رو اگه میتونید شما کمک کنید، مثلا موضوع من که دیگه هنوز که هنوز بلم نمیکنه بعد 8 سال 10 سال 10 سال، اگه بتونید کمک کنید که خیلی خوبه. تا حالا شده که فیلم ترسناک ببینی و خیلی بترسی؟ نه. منم نه، ولی یا ممکنه که یه حال بدی بشم که اه چقدر مسخره، ولی نه ترسیدی. آره یه چیزی که میخوام بهتون بگم، اگه فیلم ترسناک دیدین همیشه در نظر داشته باشید که اونجا الان پشت صحنه‌اش چه خبره، پر فیلم و دوربین و در واقع ما رو مسخره خودشون کردن. آره منم در نظر داشته باشید هیچ وقت نمیترسید. بدترین موقعی که ترسیدی کی بوده؟ بدترین موقع فکر میکنی؟ آها یه بار تو خونه تنها بودم، بعد خونمون یه جوری بود که حالت تپه چمنی مثلا یه ذره اون ورترش بود. خب یعنی فکر کنید هم مثلا اینجا که ما هستیم حیات، بعدش اون ورتر مثلا یکم حالت تپه مانه، بعد یکی مستقیم میزد به شیشه. آره بعد رفتم دیدم یکی که معتاده. اون اریا اونجوری نبود که بگم معتاد خونه باشه ها، اصلا معتاد، پر معتاد نبود.
اما اونجوری بود یه آدم خیلی وحشتناک بود و گاز زنگ زد به شیشه. دلیلش چی بود؟ شاید اذیت دیده بود یه زن تنهاست توی خونه. شاید من هم بدترین موقعی که ترسیده بودم یه روز خواب دیدم، داشتم خواب میدیدم که خیلی تو خونه تنها بودم و بهم تو خواب الهام شده بود که یکی تو خونم هست، که همون لحظه احساس کردم یه فرد نامرئی دقیقا همون جایی که وایساده بود اونم دقیقا همون جا وایساده بود. چه وحشت دو. آره و دقیقا رو پای خودم احساس میکردم یکی دیگه دقیقا جا پای اونم هست، که یکی منو سریع پرت کرد به سمت دیوار حالت صلیب شکل. نیفتادم وقتی به دیوار پرتاب شدم. صلیب چجوری؟ نمیگم. خیلی رو پردی حالا به گوش کن، به جایی که من پرچم بیفتم پایین همجور سیخ رو دیوار مثلا چسبیده بودم حالت آهن رو با. بعد هیچکی خونه اصلا صدا هم نمیومد، فقط وقتی یکی هلم داد سمت اونجا خیلی جیغ میزدم چرا میخندی؟ خدا لعنتش خود. من همه به حرفای تو گوش شدم، یادم رو من لعنتش نمیخوام. خیلی خوب. آره بعد همونجور که اونجا هیچ کس صداش در که یه لحظه من انقدر ترسیده بودم از خواب بیدار شدم، بعد دوباره خوابید. اوکی خدا تو اصلا من نه با بشید. بعد همون لحظه خب بیدار شدم دوباره خوابیدم، از شانس بدم دوباره ادامه هم خواب رو دیدم. بعد دیدم که یه زنه خیلی ترسناک مثل این حالت زنه تو The Conjuring یک بود، همون جوری بود، خیلی ترسیدم. بعد جیغ زدم تو خواب و بیدار شدم. خیلی تو خواب اعصابم خورد شد. اون بدترین لحظه بود که ولی هرچی جیغ میزدم بیدار نمیشدم. بدترین شانسم این بود. خب دیگه راستی به روح اعتقاد داری؟ به روح آره منم هستن، وجود دارم. آره ولی اون همیشه کتری روشن میشه خیلی برای من عجیبه. آره همیشه یه نفر کتری رو میزنه و ما خیلی میترسیم. که نه بعضی وقتا یکی اتفاقا راجب روح هم همیشه هر یه چیز منفی رو حرف میزنیم اون روشن میشه. آره آره ما چند باری یه وقت حرف شده راجب یه چیزایی یکی میزنه الکی کتری رو روشن میکنه و تاق صدا میده. خیلی جالبه برام. از چند نفرم گفتم تو سری قبلی، از چند نفر پرسیدم ببینم دلیل منطقی داره نداشت. راستی تا حالا روح رو با چشای خودت دیدی؟ نه ندیدی؟ به جز دوستم که گفتم نه. تو چی؟ منم نه جز کتری که خودم هم دیدم. خب یه چیزی بود که یه داستانی به وجود اومد که فکر میکنم آره مثلا یه جا نشسته بودم طبقه پایین داشتم صحبت میکردم، بعد گفتم که اوکی من میرم میخوابم دیگه و رفتم طبقه بالا و اون لحظه هیچ وقت از اونجا رد میشدم و احساس ترس نمیکردم. بعد داشتم میرفتم طبقه بالا، درست همونجا تو وسط پله ها یهو یه حس خیلی بدی کردم. نمیدونم هیچ وقت نمیترسیدم ولی اون روز اون شب مشخص ترسیدم، احساس کردم یکی پشتمه، که سریع به خودم گفتم مثلا دوم بیسیلی من احمق نباشه، همیشه از اینجا میری رد میشی و هیچ اتفاقی هم نمیفته، آخه چرا مثلا میترسی و اینا، رد شو برو دیگه. بعد همون موقع هم خیلی خوابم میومد، همون موقع هم خوابم بود و همون آن خواب دیدم که همون جا که داشتم میومدم بود، دقیقا همون صحنه رو دیدم که گفتم اوکی من خوابم میاد برم بخوابم. رفتم پلا بالا، توی پلا وسط پلا همونجا که احساس ترس کرده بودم سایه یه پیرمرد دیدم که پشت سرم داره میاد و سایه‌اش افتاده جلو چشم، جلو پام روی پلا. کاری روح بد بود فکر میکنی یا روح خوب؟ روح خوب.
هیچ آزاری نداشت. نداشت. هیچ حس بدی بهش نداشتم. آره ولی هستش. تو انگلیس مثلا خیلی این اتفاق انگار برای همه میفته. چون من با هر کی حرف میزنم میگه آره این چیزا هست، این چیزا وجود داره اینا. من فکر میکنم نسبت به کشور دیگه، همه کشورا، من فکر میکنم اینجا شاید یه ذره بیشتره. بیشتر اتفاق میفته. دلیلش هم شخ نمیدونم. آره منم اول وقتی فن رو من دیدم، فن خیلی چیز ترسناک بود. آره بعضی ها ویدیو قبلی دیده باشن میدونن جریانش. آره جریانش چیه؟ میگفتش که فن رو دیده که همیشه ثابت بوده، اینجوری اینجوری تکون خورده، یکی حولش داد، ولی خب نه فن تو برق بود، نه چیزی، نه هیچکی کنارش بوده، نه یا الان هم ازش میگفت خیلی فاصله داشت. گفته که یه سانت، ولی در واقع منظورش بوده که چندی متر با فن فاصله داشته. خیلی فاصله دوری بود. ولی آره چندی متر فاصله داشته. امیدوارم که از این ویدیوهای بعدی خوشتون اومده باشه. ویدیوهای بعدی خوشتون اومده باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً این ایام کریسمس رو درس نخونید، با ما باشید. توی این ایام کریسمس سعی میکنم زیاد بچه درس نزنم. زنگوله بالا رو هم بزن. زنگوله بالا نیست. زنگوله کنار دکمه سابسکرایب. دکمه کنار سابسکرایب. یه چیزی میگم. تا ویدیو بعدی خدا.